نامه 143 فعال و کنشگر مدنی به محمد خاتمی. همراه ما باشید تا لحظاتی دیگر با این بخش خبری از رسا رسانه سبز ایران. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا. با اخبار شنبه 23 مهر ماه در خدمتتون هستیم. فعالان سیاسی کشور در نامه‌ای به خاتمی گفتند شرایط برگزاری انتخابات وجود ندارد. فعالان سیاسی و کنشگران مدنی کشور با ارسال نامه‌ای به سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین تاکید کردند که در صورت ادامه وضع موجود کمترین چشمانداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت. در این نامه با اشاره به تأکیدات چندی پیش محمد خاتمی بر حق مردم برای برگزاری انتخابات آزاد و شرطهای او برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه گفته شده است، با گذشت بیش از 3 ماه از تاریخ اعلام شرایط کوچکترین نشانه دال بر اراده حاکمان برای تأمین آن شروط قانونی و انسانی ملاحظه نمی شود. در بخشی از این نامه تأکید شده است که در ماه‌های اخیر محدودیت بیشتری برای فعالان سیاسی، زندانیان و خانواده‌های ایشان ایجاد شده تا جایی که نهادهای امنیتی حتی در ماه مبارک رمضان از برگزاری مراسم احیای شب‌های قدر و میهمانی‌های شب‌های قدر و افطار آنان جلوگیری کردند. امضا کنندگان این نامه آوردند مقامات حتی اعتراض مدنی و آرام علیه تخریب محیط زیست را نیز بر نتافتند. این فعالان سیاسی که تعدادی از آنها از داخل زندان این نامه را امضا کردند تصریح کردند که با توجه به ادامه حصر غیرقانونی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، ادامه بازداشت غیرقانونی بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و فقدان نهاد مستقل مجری و ناظر انتخابات، حداقل شرایط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد. امضا کنندگان نامه با سپاس از محمد خاتمی به خاطر استواری، صراحت و شجاعت او در دفاع از آزادی و حق حاکمیت مردم ایران بر پشتبانی از مواضع و دیدگاه‌ها تاکید کردند. از جمله امضا کنندگان این نامه میتوان به بیطرف، پیمان، تابش، تایزاده، توسلی، جلایی پور، حبیبی، حسینی، خانیکی، راکی، رجایی، رحمانی، رمضان زاده، ستاری فر، شکوری راد، های سید جوادی، عرب سرخی، علوی تبار، محتشمی پور و میردامادی اشاره کرد. گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران منتشر شد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در ایران، نخستین گزارش خود را منتشر کرد. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در این گزارش از ادامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران خبر داده است. آقای شهید در بخش فعالان سیاسی از گفتگوهایش با 2 شاهد مطلع می نویسد که با او در مورد وضع میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران صحبت کردند. آقای شهید درباره وضع میرحسین موسوی و مهدی کروبی ابراز نگرانی کرده است. آقای شهید شرایط این 4 نفر را بسیار نگران کننده خوانده است و از زبان یکی از شاهدان میگوید آقای موسوی و خانم رهنورد بدون تفهیم هر گونه اتهامی از بهمن ماه سال گذشته در خانه هایشان حبس شدند، شرایطی که هر دو آن را زندانیان حکومت میخوانند. وضع مهدی کروبی هم در این گزارش به طور مفصل از زبان شاهد دیگری شرح داده شده است. او می نویسد که ارتباط آقای کروبی کاملا با دنیای خارج قطع شده است و در طول ماه‌های بازداشت خانگی فقط 6 بار موفق به دیدار با اعضای خانواده شده است و در نهایت در روز 25 تیر ماه از منزل خود به محل دیگری منتقل شده است.
احمد شهید در بخش بعدی به وضعیت روزنامه نگاران زندانی پرداخته و از گروهی از 34 روزنامه نگاری که به استناد نامه کمیته دفاع از روزنامه نگاران در ایران زندانی هستند نام برده و موارد محرومیت آنها از حقوق اولیه شهروندی را شرح داده است. آقای شهید همچنین مرگ هدا صابر در زندان در پی اعتصاب قضا و عدم رسیدگی پزشکی را یکی از نمونه‌های بسیار نگران کننده از رفتارهای به گفته وی اختیاری با زندانیان خوانده است. در بخش فعالان دانشجویی که در زندان به سر می‌برند، آقای شهید به شکنجه آنها خبر داده است. از جمله این گزارش به فشردن گردن عبدالله مومنی به وسیله طناب توسط بازجوی او تا مرز مرگ به عنوان نمونه‌ای از شکنجه زندانیان اشاره شده است. آقای شهید در بخش وکلا با استناد به گزارش شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل میگوید 42 وکیل دادگستری در ایران عمدتاً به خاطر دفاع از موکلینشان با آزار و اذیت، بازداشت، زندان و محدودیت در انجام وظایف وکالت مواجه شدند. این گزارش در بخش حامیان محیط زیست به بازداشت دست کم 60 نفر در پی اعتراضات مردم به خشک شدن دریاچه ارومیه اشاره می کند و از سرکوب حق اعتراض و آزادی بیان ابراز نگرانی می کند. این گزارش در آغاز فصل آزادی اجتماعات با یادآوری به رسمیت شناخته شدن حق مردم برای تجمع مسالمت آمیز در کنوانسیون جهانی حقوق بشر که دولت ایران به آن پیوسته و باید آن را رعایت کند از نقض گسترده این حق در ایران انتقاد کرده است. آقای شهید برای نمونه میگوید دولت ایران از صدور مجوز برای راهپیمایی در ساروز انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خودداری کرد. او همچنین میگوید ماموران امنیتی از تجمع‌های کوچک از جمله گرد هم آمدن دوستان و اقوام برای تشییع جنازه عزت الله صحابی ممانعت به عمل آوردند. او در بخش حقوق زنان با اشاره به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران به تلاش‌های فعالان حقوق زنان پرداخته است. این گزارش همچنین از برخوردهای خشن پلیس با زنانی که به پوشش آنها مورد تایید حکومت نیست به شدت انتقاد کرده است. این گزارش همچنین از برخوردهای خشن پلیس پوزش میخوام آقای شهید در بخش اقلیت‌های قومی و مذهبی از نقض گسترده حقوق اساسی این بخش بزرگ از جامعه توسط دولت ایران خبر داده است. گزارش سازمان ملل با اشاره به آزار و اذیت تاریخی بهائیان از شدت گرفتن تبعیض‌ها از جمله محروم شدن حق تحصیلات عالیه و فرصت‌های شغلی دولتی، تخریب اموال و بازداشت بیش از 100 نفر آنان در سال‌های اخیر از جمله زندانی شدن 7 رهبر این اقلیت شدیداً ابراز نگرانی کرده است. بنابراین سند مسیحیان به ویژه کسانی که از سایر ادیان به ویژه اسلام به مسیحیت گرویدند به زندان میفتند و احکام سنگین از جمله اعدام برایشان صادر می‌گردد. آیه شهید می‌نویسد صوفیان نیز در جمهوری اسلامی ایران با نقض آزادی انجام آیین‌های مذهبی و محدودیت‌های گسترده و تبعیض‌های گسترده‌ای روبرو هستند. او از برخوردهای اخیر با دراویش و حکم 4 سال زندان برای غلام عباس زارعی حقیقی یکی از دراویش گنابادی ابراز نگرانی کرده است. او همچنین از محدودیت‌های جاری برای رهبران مذهبی شیعیان که با سیاست‌های حکومت مخالفت کردند از جمله آیت الله یوسف ثانی و احمد قابل انتقاد کرده است. در این گزارش به عدم صدور مجوز ساخت مسجد برای اهل تسنن در تهران و حمله به محل عبادت آنها و بازداشت روحانی حاضر در محل به عنوان نمونه‌های این محدودیت‌ها استناد شده است. آقای شهید از افزایش چشمگیر اعدام‌ها در زندان‌های ایران به شدت انتقاد کرده است. او با اشاره به آمار رسمی 200 اعدام در 10 ماه اخیر و گزارش‌ها مبنی بر 300 اعدام مخفیانه در زندان وکیل‌آباد مشهد و 100 زندانی جوان و نوجوان که در انتظار اعدام به سر می‌برند، استفاده گسترده از این مجازات را بسیار نگران کننده خوانده است. او بار دیگر با ابراز نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است اجازه دهند او به ایران سفر کند. ادعای روزنامه فیگارو درباره ساخت بمب هسته‌ای در ایران.
روزنامه فیگارو ادعا کرده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به صراحت اعلام می‌کند مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهند برنامه هسته‌ای ایران جنبه نظامی دارد. بر اساس گزارش این روزنامه فرانسوی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این گزارش ادعا کرده که ایران در حال ساخت بمب اتمی است. این روزنامه به نقل از یک کارشناس نزدیک به پرونده هسته ایران که نامش فاش نشده نوشته است، این گزارش یکی از مهمترین گزارش‌های آژانس در این باره است. پیش از این یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 21 شهریور ماه سال جاری گفته بود که به طور فزاینده نگران فعالیت‌های احتمالی ایران در زمینه توسعه موشک هسته‌ای است. آمانو گفته بود جزئیات بیشتری درباره نگرانی‌های آژانس از برنامه هسته‌ای ایران منتشر می‌شود تا 35 کشور عضو شورای حکام آژانس از این نگرانی‌ها به طور کامل مطلع شوند. این در حالی است که تمامی مقامات ایران همیشه تاکید کردند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران تنها در مسیرهای صلح‌آمیز است. کاتوزیان درباره کاهش مشارکت در انتخابات هشدار داد. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت اگر حاکمیت آستانه تحمل و مدارا را مقداری افزایش دهد و گرایش‌های سیاسی و نخبگان احساس کنند برای حضور آنها میدان باز شده است، بازار انتخابات گرم‌تر می‌شود. حمیدرضا کاتوزیان در گفتگو با ایسنا گفت حاکمیت باید نسبت به جریان‌ها و افکار و ایده‌های مختلف سیاسی موجود در کشور با مدارا و تحمل بالا برخورد کند و نباید افراد به دلیل گرایش‌های سیاسی و سلایق فکری خود از مجموعه نظام حذف شوند و یا به آنها اجازه مداخله در امور انتخابات داده نشود. آقای کاتوزیان گفت اگر با حالت مطرود کننده و بستن درها و راهها بخواهند گروه‌ها و افراد زیادی را از جریان انتخابات حذف کنند، این امر تأثیر مستقیمی بر میزان مشارکت مردم خواهد داشت. وی تأکید کرد جامعه ما جامعه هوشمند است و درک سیاسی بالایی دارد، لذا اگر مردم احساس آزادی به اندازه کافی نکنند و قانون اساسی را ببینند که رعایت نمی‌شود، مشارکت کاهش می‌یابد. در این بخش با اخبار جنبش سبز همراه ما باشید. فرزندان میر حسین موسوی با فاطمه کروبی دیدار کردند. به گزارش سهام نیوز این دو خانواده در حالی با یکدیگر دیدار می‌کردند که نزدیک به 8 ماه از حبس خانگی مهدی کروبی و میر حسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گذرد. دختران زهرا رهنورد نیز ضمن ابراز نگرانی از وضعیت پدر و مادر خود تاکید کردند که از هر گونه تماس تلفنی و دیدار با والدینشان محروم شدند و مدتی است که خبری از ایشان ندارند. لازم به توضیح است که از چند ماه قبل نیروهای امنیتی با انتقال مهدی کروبی به آپارتمانی کوچک عملاً مانع از حضور فاطمه کروبی در کنار همسرش شدند. جواد ابوعلی فعال سیاسی برای گذراندن دوره یک ساله حبس خود راهی زندان شد. به گزارش کلمه این فعال مدنی به اتهام فعالیت تبلیغی به 6 ماه و به اتهام توهین به رهبری نیز به 6 ماه حبس محکوم شده است. ابوالفضل عابدینی نصر روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشری ممنوع الخروج شد. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس حکم کتبی ابلاغ شده از سوی این داسرا در روز 9 مهر ماه این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین ممنوع الخروج شده است. ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار خوزستانی و عضو سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در تاریخ 11 اسفند ماه سال 88 از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و در دو دادگاه انقلاب اهواز و تهران مجموعاً به 12 سال حبس تعزیری محکوم شده است. و در ادامه تأکید دوباره سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر ملاقات با مقام‌های ایرانی. نامه عربستان به شورای امنیت درباره رسیدگی به دخالت ایران در طرح ترور سفیر این کشور. ابهام در علت بازداشت آقازاده جهرمی همزمان با پرونده اختلاس 3000 میلیاردی. و علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس گفت مجلس قادر به استفاده از اختیارات قانونی خود نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در دو روز پیش با مقام‌های ایرانی دیدار داشته است.
با وجود تکذیب مقامات رسمی کشور در مورد تماس مستقیم مقام‌های ایرانی و آمریکایی، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه تأکید کرد که تماس مستقیم بین مقام‌های دو کشور وجود داشته و با ایرانی‌ها دیدار مستقیم صورت گرفته است. خانم نولند روز پنجشنبه از تماس مستقیم آمریکا و ایران بر سر ماجرای توطئه ترور سفیر سعودی بدون ذکر جزئیات خبر داده بود که پس از آن رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، با همتای ایرانی خود محمد خزائی دیدار داشته است. با وجود این، روابط عمومی دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک ضمن رد دیدار سوزان رایس با محمد خزائی هر گونه مذاکره میان دو کشور را تکذیب کرد. اکنون ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بار دیگر بر تماس مستقیم دو کشور تاکید کرده و گفته است مقام‌های ایالات متحده و ایران ملاقات حضوری داشتند. ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که دو شهروندش به نام‌های منصور ارباب سیار و غلام شکوری قصد داشتند از طریق به خدمت گرفتن قاچاقچیان مکزیکی عادل الجبیر، سفیر عربستان در واشنگتن، را ترور کنند. خانم نولند مشخص نکرده در این دیدار کدام یک از مقام‌های ایرانی و آمریکایی حضور داشتند. نامه عربستان به شورای امنیت درباره رسیدگی به دخالت ایران در طرح ترور سفیر این کشور. دفتر نمایندگی عربستان سعودی در سازمان ملل متحد در نیویورک در نامه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست موضوع ادعای دخالت ایران در طرح ترور سفیر سعودی در واشنگتن را بررسی کند. به گزارش عصر ایران، به نقل از خبرگزاری‌ها، همزمان سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، رایزنی‌های خود را با اعضای شورای امنیت درباره این موضوع آغاز کرده است. سران آمریکا و عربستان پیش از این در مکالمه تلفنی درباره ارائه موضوع ادعای دخالت ایران در طرح ترور سفیر سعودی به شورای امنیت توافق کرده بودند. مقامات آمریکایی اخیراً مدعی شدند که افرادی از دولت ایران در طرح ترور سفیر سعودی در واشنگتن دخالت داشتند، اما تهران به شدت این موضوع را رد کرده است. ابهام در علت بازداشت آقازاده جهرومی همزمان با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی. محمد جهرومی، وزیر دولت نهم و مدیر عامل بانک صادرات در دولت دهم، که با توجه به روابط خاص سیاسی و حضورش در کشور هنوز مانند محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی، مورد پیگرد قرار نگرفته است، با مشکل دیگری در کنار پرونده 3000 میلیارد تومانی مواجه شده است. به گزارش سایت آینده، فرزند آقای جهرومی به دلیل اتهامات مالی از سوی مراجع قضایی به مدت یک هفته بازداشت شده و همکنون با قید وثیقه آزاد شده است. اگرچه برخی شایعات از ارتباط آقازاده جهرومی با پرونده 3000 میلیارد تومانی حکایت داشت، اما اخبار و اطلاعات تکمیلی علت بازداشت وی را به برخی واسطه گری ها مرتبط می کند. بنابر این اخبار، برخی شرکت های بزرگ که برای مشارکت مالی بانک صادرات در طرحهایشان و دریافت تسهیلات سنگین به این بانک مراجعه می کردند، از سوی مسئولان بانک صادرات به شرکت مشاوره سرمایه گذاری مالی معرفی می شدند و از آنها خواسته می شد با همکاری این شرکت طرح توجیه اقتصادی پیشنهاد خود برای مشارکت مالی و دریافت تسهیلات توسط این شرکت تهیه کنند. پس از مراجعه شرکت‌های اقتصادی به شرکت مذکور، آقازاده جهرومی به عنوان مذاکره کننده در برابر آنها قرار می گرفت و در برابر دریافت چند درصد از مبلغ وام، قول تهیه طرح توجیهی که با ارائه آن موافقت با درخواست آنها در بانک صادرات صورت می‌گیرد را می‌داده است. گفته می‌شود شرایط آقازاده جهرومی دریافت نیمی از مبلغ حق و ذمه مورد نظر قبل از پرداخت وام و نیم دیگر بعد از پرداخت وام بوده است. علی مطهری گفت استعفا می‌دهم چون مجلس قادر به استفاده از اختیارات قانونی خود نیست. چند روز پس از آنکه رسانه‌ها از استعفای علی مطهری در اعتراض به طرح نشدن سوال نمایندگان درباره تخلفات احمدی نژاد در صحن علنی خبر دادند، متن کامل نامه استعفای اعتراضی علی مطهری از نمایندگان مجلس منتشر شد. مطهری به ممانعت از حق قانونی نمایندگان برای سوال از رئیس دولت اعتراض کرده و علت استعفای خود را
قادر نبودن مجلس به استفاده از اختیارات قانونی خود در انجام کارهای سیاسی اساسی عنوان کرده است. به گفته وی، هیئت رئیسه مجلس برخلاف قانون آیین‌نامه داخلی مجلس همچنان در صدد منتفی کردن طرح سوال از احمدی نژاد است. نماینده تهران درباره ادعای برخی نمایندگان و اعضای هیئت رئیسه مجلس درباره مخالفت رهبری با سوال از احمدی نژاد آورده است که بعید است که ایشان برای امضای 100 نماینده ارزشی قائل نباشند. آقای مطهری همچنین تاکید کرده که فرضاً رهبری هم مخالف باشند، دخالت دادن رهبر انقلاب در این گونه مسائل را به صلاح کشور نمی‌دانم. مدیر عامل شرکت ملی گاز تاکید کرد که افزایش تولید گاز منتفی است. جواد اوجی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، با اعلام اینکه طبق پیش بینی سازمان هواشناسی زمستان سردی را در پیش خواهیم داشت، افزایش تولید گاز در زمستان سال 90 را منتفی دانست. وی همچنین خبر داد که قطر در حال حاضر 2.5 برابر از ایران از گاز پارس جنوبی برداشت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، آقای اوجی معاون وزیر نفت همچنین حجم تعهدات سرمایه‌گذاری این شرکت را ظرف 3 الی 4 سال آینده 23 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. مدیر عامل نفت مسجد سلیمان می‌گوید بسیاری از مردم این شهر به دلیل فقر از گاز خانگی بی‌بهره‌اند. به گفته سید کمال موسوی، در زمان وزارت آقای نوذری بر نفت قرار شده است که لوله کشی گاز در این شهر صورت بگیرد، اما پول گاز به دلیل تنگدستی اغلب خانواده این شهر به صورت اقساط محاسبه شود. بر اساس اظهارات وی، این مصوبه بعد از وزارت نوذری به فراموشی سپرده شده است. به گزارش خبر آنلاین، مردم این شهر که حدود 200 هزار نفر شمارش می شوند، در پایین ترین حد بهداشت و رفاه اجتماعی زندگی می کنند و مهمتر از آن، خطری است که به دلیل وجود لوله های نفت و گاز در کوچه پس کوچه های این شهر مردم را هر لحظه تهدید می کند. در چنین شرایطی مدیر عامل شرکت نفت مسجد سلیمان که ساکن همین شهر هم هست تاکید دارد سالانه 2% از درآمد نفت باید به شهرهای نفتی اختصاص یابد. وی متذکر شده است که این بودجه هر سال به این شهرها تزریق می شود، اما اینکه کجا هزینه می شود که این شهر توسعه نیافته را نمی دانم. کاهش غیر منتظره جمعیت روستای ایران در 5 سال اخیر. سایت پارسینه در گزارشی از 3 برابر شدن سرعت سقوط جمعیت روستایی ایران در 5 سال اخیر خبر داد. رئیس مرکز آمار کشور اعلام کرده است پیش بینی می کنیم در سرشماری امسال جمعیت روستایی ایران به 22% کاهش یابد. بر این اساس جمعیت شهری کشور به 78% رسیده است. می توان گفت نرخ کاهش جمعیت روستایی کشور در 5 سال اخیر نسبت به متوسط 30 سال گذشته 3 برابر شده است. این اتفاق در حالی روی داده است که نهادهای جهانی آمار نیز در بدبینانه ترین حالت چنین روندی را پیش بینی نکرده بودند. یکی از مجریان زن صدا و سیما از گفتگو با مردان منع شد. بر اساس این گزارش، این مجری دیگر اجازه ندارد در برنامه‌های خود با میهمانان مرد گفتگو کند و فقط میتواند با زنان گفتگو داشته باشد. سایت سینمای ایران در این خصوص نوشت در سالهای اخیر رفتارهای صمیمانه برخی مجریان زن با میهمانان مرد در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی به شدت حساسیت برانگیز شده و در آخرین نمونه آن حسین مظفر رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نسبت به رفتارهای مجری زن برنامه جوان ایرانی سلام با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما به شدت انتقاد کرد. در آخرین نمونه هم یکی از مجریان کم سن و سال زن که در شبکه‌های مختلف تلویزیونی برنامه زنده اجرا می‌کند از گفتگو با مهمانان مرد منع شده است. 6 حوزه علمیه در دانشگاه‌های استان تهران افتتاح شد. به گزارش دانش نیوز، دانشگاه‌های امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی شریف، شهید بهشتی، الزهرا و دانشگاه آزاد شهرری از جمله دانشگاه‌هایی هستند که حوزه‌های علوم انسانی با پذیرش دانشجو در آنها تشکیل خواهد شد. در اردیبهشت ماه سال جاری، غلامرضا خواجه سروی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، از ارسال بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های کشور مبنی بر ایجاد حوزه‌های
علمیه دانشجویی خبر داده بود. وی از ایجاد و توسعه حوزه‌های علمیه به عنوان تدبیری برای ارتقای دانش دینی دانشجویان سخن گفته بود. وزارت علوم در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری زیادی برای اجرای طرح اسلامی کردن دانشگاه کشور داشته و راه‌اندازی حوزه‌های علمیه دانشجویی نیز در ادامه این طرح به اجرا گذاشته شده است. در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه رعایت حقوق انسانی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. در این گزارش فشارهای حکومت بر فعالان اجتماعی، سیاسی و مطبوعاتی و اقلیت‌های قومی و مذهبی تشریح شده و وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی بسیار نگران کننده توصیف شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، مصاحبه ای انجام داده ایم که میشنوید. آقای دکتر لاهیجی، گزارش آقای احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران رو شما دارای چه ویژگی ها و نکات مهمی میدونین؟ گزارش آقای احمد شهید انعکاسی است از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و میدونید که این گزارش 6 سرفصل داره. اصل نخست درباره جامعه مدنی است و تجاوزهایی که نسبت به فعالان جامعه مدنی صورت گرفته، وکلای دادگستری، فعالان دانشجویی، روزنامه نویسان، هنرمندان، فعالان محیط زیست، فعالان سیاسی. در مورد فعالان سیاسی وضعیت خاص آقای موسوی، کروبی و همسراشون به تفصیل اومده و مستند به شهادت های نزدیکان ایشون. درباره وکلای دادگستری فعالان حقوق بشر اطلاعات کافی به ایشون دادن، روزنامه نگارها، فعالان دانشجویی، هنرمندان، وضعیت جعفر پناهی. و میدونید که امروز خبری که ما رسیده، وقت محکومیت جعفر پناهی به 6 سال حبس و 20 سال ممنوعیت از حرفش تایید شده. تیتر دوم گزارش ایشون راجع به آزادی گردهماییه و اینکه برای سالگرد انتخابات تقلب‌آمیز اجازه گردهمایی ندادن. تیتر بعدی راجع به وضعیت حقوق زنهاست. موضوع دیگه اقلیت‌های قومی است، اقلیت‌های مذهبی است، فقط بهائی‌ها نیستند، مسیحی‌ها، وضعیت دراویش، تمام کسانی که در حوزه اقلیت مذهبی زیر فشار هستند. و بالاخره بازداشت‌های خودسرانه به ویژه در ارتباط با تماس با رسانه‌های خبری خارجی و پرونده بسیار دردناک و سیاه مجازات اعدام در ایران، هم درباره افزایش رقم و تعداد اعدام که احمد شهید از 200 اعدام در سال جاری صحبت می‌کنه و هم درباره وضعیت کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال که میدونید باز ماه گذشته یک نوجوان 17 ساله رو در کرج در مرعا و منظر عمومی اعدام کردن. بنابراین یک گزارشی بسیار دقیق، بسیار جامع از وضعیت متاسفانه سیاه حقوق بشر در ایران. حکومت ایران اجازه ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل رو به کشور نداده. در این صورت آقای احمد شهید اطلاعات مورد نیاز خودش رو برای تهیه گزارش از چه طریقی به دست میاره؟ نخست ما سازمان‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گزارش بسیار جامعی به آقای احمد شهید دادیم. دو گزارش مفصل تفصیلی با تمام اسامی، تاریخ‌ها، بازداشت ها، محکومیت ها، اعدام ها. در حال وقتی من میبینم سرفت های گزارش آقای احمد شهید رو میفهمم که گزارش ما به چگونه مورد توجه ایشون قرار گرفته. و از طرف دیگه قربانیان نقض حقوق بشر که طی 2 سال گذشته از ایران بیرون اومدن و الان در کشورهای اروپایی هستند و شهادت های عینی به آقای احمد شهید دادن، مثلا راجع به چگونگی مرگ حاله صحابی در جریان تشییع جنازه پدرش. بنابراین اطلاعاتی که به آقای احمد شهید رسیده هم از طریق سازمان‌های حقوق بشر و هم از طریق قربانیان نقض حقوق بشر در ایران مسلم در تحریر و تهیه این گزارش تأثیر کلی داشته
جمهوری اسلامی حالا یا اثر مسامحه و یا به لحاظ غفلت فکر میکردن که اگر با آقای احمد شهید اجازه ورود ندن، احمد شهید نخواهد توانست یک چنین گزارش جامعی از وضعیت فاحش حقوق بشر در ایران به سازمان ملل بده. شما فکر میکنین بعد از انتشار گزارش آقای احمد شهید قدم‌های بعدی جامعه بین الملل در مورد ناقضان حقوق بشر در ایران چی میتونه باشه؟ ببینید، میدونید که آقای بان کی مون هم گزارش خودش رو به مجمع عمومی سازمان ملل داده. بنابراین الان دو گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل رفته. از سوی دیگه کمیته حقوق بشر سازمان ملل که ناظر بر چگونگی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست، کار خودش رو روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده در ژنو آغاز خواهد کرد. جمهوری اسلامی پیش از یک دهه سکوت ناگزیر شده که گزارش خودش رو به این کمیته بده. البته گزارشی پر از دروغ و فرافکنی و مغالطه. ما هم گزارش خودمون رو، منظورم از ما یعنی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر، پاسخ خودمون رو به گزارش جمهوری اسلامی به کمیته دادیم و اجلاس کمیته روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده در ژنو آغاز خواهد شد. من هم به ژنو خواهم رفت و اونجا در برابر هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ما هم گفتگوهای و صحبت‌های خودمون رو با کارشناس‌های کمیته انجام خواهیم داد. بنابراین باید در انتظار انتشار گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل هم بود. تمام این گزارش‌ها به مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رفت دیگه ماه آینده و ما میدونیم که در ماه دسامبر آینده مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای به مراتب سنگین‌تر، محکم‌تر از قطعنامه سال گذشته خواهد داد. ببینید که امسال قطعنامه مستند به گزارش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر خواهد بود و مسلم است که پرونده ایران سنگین‌تر و سنگین‌تر خواهد شد. و این احتمال وجود داره که اگر این بار نه، ولی سال آینده، پرونده نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به شورای امنیت بره. متشکرم آقای دکتر لاهیجی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزاریم که امشب نیز همراه رسا بودید. تا فردا شب، خدا نگهدار.